سلام به ویدیو من خوش اومدید. من میثم خادم‌پور هستم. تو این ویدیو میخوام در رابطه با یک پروژه کامل براتون صحبت بکنم. یک عکس از ابتدا تا انتها که خروجی کار ما هستش رو با هم ادیت بکنیم. این ویدیو رو حتما تا آخر همراه من باشید. به استودیو من خیلی خوش اومدید. کاری که میخوایم انجام بدیم این هستش که یک عکس رو از ابتدا که فایل خام هسته شروع میکنیم به ادیت کردن تا انتها که خروجی گرفتن در اصل عکس ما هستش. مراحل کاری خیلی زیادی داره. اول میریم سراغ پلاگین کامرا را کالر کارکشن اونو انجام میدیم، بعد میریم سراغ خود نرم‌افزار فتوشاپ. داخل فتوشاپ با استفاده از لوما ماسکا قسمت‌های مختلف عکس رو ادیت می‌کنیم، میریم سراغ شارپنینگ اون رو انجام میدیم، یه کالر گریدینگ هم انجام میدیم و بعد میریم سراغ خروجی گرفتن. تمام این مراحل رو من توی 3 تا ویدیو می‌خوام به شما بگم، با من همراه باشید. بریم سراغ نرم‌افزار فتوشاپ. خب عکسام تو نرم‌افزار فتوشاپ باز کردم، چون فایل را بوده مستقیما رفته وارد پلاگین کامرا را شده. اول بریم یه مشخصات فنی رو با هم بررسی بکنیم. ISO 100 داریم، لنزمون 24-70 بوده، فاصله کانونی 54 میلیمتر، دیافراگ 5 و سرعت شاتر 1.200. معمولا زمانی که ما میخوایم همچین عکس رو یا ادیت بکنیم مستقیما میریم سراغ پنل بیسیک و شروع میکنیم با استفاده از آیتم های مثل اکسپوژر، کنتراست یا چیزهای دیگه عکسمون رو ادیت کنیم. ولی من میخوام یه روش دیگر رو تو این ویدیو برم جلو و کلا تو این پروژه میخوام از کروز استفاده بکنم. بیسیک رو میبندم و میرم سراغ کروز. اولین جایی که میایم کالر کارکشن اون رو انجام میدیم یا لایت کارکشن اون رو انجام میدیم، قسمتی هستش که میتونه کرو برام خیلی خوب کار بکنه. کرو رو باز میکنم، یه نگاه بندازیم به هیستوگرامش. میبینید که فضاهای تاریک داریم، فضاهای روشنمون توی فضاهای یعنی توی منطقه میانه قرار گرفته. خب این یه اصلاح منطقی میتونه باشه با استفاده از کرو که بیایم یک مقدار اینو به سمت جلو هدایت بکنیم. توی تصویرم میبینید که تصویرمون خیلی روشن میشه، کنتراست بالایی به دست میاره. یه مقدار میام جلوتر. چرا تا اینجا میام؟ به خاطر اینکه این قسمت دقیقا تو این منطقه من یه مقدار پیکسل دارم و نباید اینا رو از بین ببرم. حتی تا اینجا باشه بهتره. بعد از اینکه این کار انجام دادم، حالا با استفاده از خود کرز یه مقدار مناطق روشنم و تاریکتر میکنم، مناطق تیرم یه مقدار روشنتر میکنم. پس بنابراین میتونیم یه مقدار اینا رو به سمت پایین هدایت بکنیم. از این ور میتونیم بیایم یه مقدار بالاتر، دقیقا به این صورت. قبل و بعد رو ببینید، این قبله و این بعده. فعلا تا این مرحله همون بازه نوری رو داریم، ولی یه سری قسمت ها رو بالانس کردیم. یعنی هیستوگراممون الان یه هیستوگرام منطقیه. یه نگاه به اینجا بندازید، بذارید من خاموش کنم. هیستوگراممون رو ببینید، مناطق روشن به هیچ عنوان نداریم، حتی نزدیک به روشن هم نداریم. توی میانه اوور داریم، حالا قسمت هایی که میبینید الان این قسمت آبی ها از حد مجاز هیستوگرام رفته بالاتر، از سقفش رد شده. حالا کم کم بعدش بریم جلو، هیستوگرام باز بهتون نشون میدم. خب تا اینجا در همین حد کافیه. این از قسمت کرز. حالا میریم سراغ بیسیک. اولین کاری که میکنم میام شادو ها رو یه مقدار افزایش میدم که روشن تر بشن و بعد هایلایت هامو کم میکنم یه مقدار کنتراست افزایش میدم، خیلی کم. حتی شادو اگه بره بیشتر بشه بهتره، تا این حد خوبه. و این هایلایت هم خیلی زیاده، هایلایت ها رو یه مقدار کم میکنیم. اکسپوژر هم میتونه افزایش پیدا بکنه، ولی بذارید اکسپوژر فعلا باشه. یه مقدار تکسچر افزایش میدم، در همین حد کافیه. مناطق روشن ببینید، این از مناطق روشن. هایلایت هم بازیه کوچولو دست زدم بهش. خب قبل تصویر ما و بعد از تصویر ما میبینی که تمام قسمت های این قسمت ها که نور نداشته حالا روشن شده. ببینید، و خب این خوبه، اصلا نگرانش نباشید، میتونیم کنترلش بکنیم. اگه مثلا دوست داشتید میتونید خیلی راحت باز شادو رو کم بکنید، اونجا یه مقدار تیره تر بشه که یه اختلاف کوچیکی بین فضای جلو و عقب باشه. در همین حد کافیه. بریم یه مقدار جلوتر رو 100% تصویرمون. خب این مناطق باید روشن بشه،
یه نگاهی بندازیم، شاید هم تاریک باشه نشه این کار انجام داد. نه خوبه. خب بریم سراغ نویز ریدکشن. خب یه قسمت خیلی مهم هستش، میبینید که نویزها داخل تصویر هستن و بعد اصلاحشون بکنیم. میرم در زیرمجموعه دیتیل، نویز ریدکشن رو به سمت جلو هدایت میکنم که نویز از بین بره، یه مقدارم دیتیل رو به سمت عقب هدایت میکنم، در این حد خوبه. نویزای تصویرمون هم از بین رفت. بریم سراغ 100% ببینیم که چه اتفاقی افتاد. خوبه، یه تصویر فلت و صاف خوبی داریم و قسمت های دیگه کاملا فوکسه. خب ادیتیل میایم بیرون، میریم سراغ کالر میکسر. یه مقدار میخوام غلظت رنگ هامو ببرم بالاتر. خب طبیعتا اینجا رنگ های نارنجی داریم، اول میریم سراغ نور رنگ هامو. ببین الان نارنجی ها رو میتونم روشنتر و تیره تر بکنم. خب اگه تیره ترش بکنم هایلایتش از بین میره، یک مقدار روشنترش میکنم که هایلایت ها روی نارنجی ایجاد بشه. قرمز اونو میتونیم مقدار تیره تر بکنیم، ببینید روشنترش اینه، تیره ترش اینه، یک مقدار تیره تر بشه. آبی آسمونو میتونیم مقدار تیره تر یا روشنتر کنیم، حتی دست نزنیم بهش خوبه. توی قسمت سچوریشن یه مقدار آبی رو افزایش میدم. نارنجی ها میتونه یه مقدار غلظتش بیشتر بشه، ما در غروب هستیم، یعنی تایم عکاسیمون غروب هستش. یه مقدار قرمز رو فقط کم میکنم، بعدا تو نرم‌افزار فتوشاپ ما قرمز رو میتونیم افزایش بدیم. خب بعد از این مرحله میخوام برم سراغ وایت بالانس که آخرین کار من هستش توی پلاگین کامرا. شاید الان براتون سوال پیش بیاد که چرا وایت بالانس رو اول کار نکردیم. هدف من این بودش که اول بیام نور و رنگ رو تنظیم بکنم، یعنی هایلایت هامو بالانس بکنم، شادو ها رو بالانس بکنم، رنگ ها رو چیدمان بکنم، همین چیزایی که دیدید، و بعد برم سراغ وایت بالانس که به صورت کلی روی تصویر من تاثیر بذاره. بعضی وقتا نیازه که اول وایت بالانس رو ادیت بکنیم، یعنی دستکاریش بکنیم، درستش بکنیم و بعد بریم سراغ مرحله بعدی، ولی خب توی سری پروژه ها میتونیم این کارم انجام بدیم. میرم سراغ بیسیک و 6100 هستیم. بریم یه ذره به سمت آبی، من فکر میکنم 5800 خوب باشه. دقیقا چیزی که دارم میبینم توی مونیتور 5800 خوب هستش. دیگه کاری ندارم، تنها کاری که باید انجام بدم این هستش که بیسیکو ببندم. توی قسمت اپتیک ریموف کروماتیک ابریشن رو بزنم و پروفایل لنزم هم بدم. ببینید حتی لبه های تاریک رو داشته باشیم اینجا بد نیستش، پس رها میکنم بذارید همین باشه. ولی ریموف کروماتیک ابریشن رو حتما بزنید که اون پدیده کروماتیک ابریشن از بین بره و فاینال هستیم. کار دیگه ای نیاز نیست انجام بدیم توی پلاگین کامرا، ما بقیش توی نرم‌افزار فتوشاپ هستش. فقط نکته که مونده اینه که خب اینجا هم که رو حالت sRGB میریم سراغ خروجی گرفتن و مثل همیشه حالا یه فضا بهش معرفی میکنیم، دسکتاپ، و مثل همیشه فرمت تیف sRGB 8 بیت و تمام، رفت برای خروجی گرفتن. خب این مرحله اول بود، حالا یه قسمتش تکراری بود ولی روش کار کاملا متفاوت بود. توی مرحله بعدی تو نرم‌افزار فتوشاپ میریم سراغ لومامسکا که بک‌گراند اون رو درست بکنیم، اون غروب خورشیدی که اون عقب هستش رو تمیز درش بیاریم، یه غروب خیلی خوشگل داشت، و به همین روش میریم جلوتر. توی ویدیو بعدی کلا تو نرم‌افزار فتوشاپ هستیم و ادامه راهمون رو میریم جلو. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. مثل همیشه گر نکوبی شیشه غم رو به سنگ، هفت رنگش میشود 70 رنگ. دلتون شاد باشه و لبتون خندون. خدا نگهدار.